داده و توپی که احسان حاجی‌صفی در نهایت بلند به روی دروازه. یه موقعیت علی کریمی خودش فرصت برای گل اول مبارک توی دروازه. قاسم دهنوی حساب کار رو 1-0 میکنه روی یکی از برگشت‌های سری. این بغل پای مطمئن و پاس گل از علی کریمی باعث شد که در موقعیت گلزنی قرار بگیره قاسم دهنوی و ما رو 1-0 در این مسابقه پیش بیاندازه. باز هم بازیکنان ایران، دهنوی، علی کریمی میفرسته توپ رو روی هماهنگی خوب تیمی و توی دروازه. توی دروازه یعقوب کریمی هم به گل شدت مورد تشویق هم قرار میگیره و جالب اینجاست که دومین پاس گل رو هم علی کریمی میده تا از توی تماشاگران به شدت تشویق بشه. محبوبیت بالایی داره نزد هواداران فوتبال علی کریمی. یعقوب کریمی ایران رو 2 گله میکنه. یه پیروزی پرگل شاید میتونه یه پیروزی روحی بخش هم باشه، به خصوص که با نفرات ذخیره هم به دست اومده باشه. رحمان احمدی کمکارترین بازیکن ما در این میدان. میلاد نوری. علی کریمی این طرف میبینه قاسم دهنوی رو رامیندازه. خود دهنوی تو سر توپ عالی، همچنان دهنوی رو پای چپش توی دروازه. یه گل دیدنی و تماشایی. یه بار دیگه ببینیم، نفر اول و دوم دریبل زد و اینگونه از زاویه بسته دروازه تویچیف رو باز کرد. و حالا سه بازی ملی و 3 گل ملی. باز هم دهنوی موقعیت هست. میلاد نوری خیلی معطل کرد. یعقوب کریمی خودش دو سر تو فرصت و گل چهارم برای ایران. باز در اولین بازی ملی 33 دقیقه آغازین بازی ملی برای یعقوب کریمی و 2 گل برای او. هرچند حریف هم حریفی مثل تاجیکستان باشه، اما به هر حال کار او میلاد نوری خودش این پاس در آن فرصت است برای حسن زاده با بغل پای راستش و توی دروازه. گل بازیکن تازه وارد ما روی این پاس در عمق امید نظری بود یا میلاد نوری که به هر ترتیب حساب کار 5-0 شد. میلاد نوری این پاس رو داد، دروازه‌بان رو با فریب بدن جا گذاشت و توپ رو به تور دروازه رسوند. انزاده از حریف خودش پیشه. کامل سعیدوف پشت توپ، از رو توپ از همینه فرصت برای تاجیکستان و توی دروازه. یه گل دیدنی مثل که گل رو سوانکولوف یار شماره 3 زد. البته خیلی مشکوک بود، حالا کارگردان عزیزمون صحنه قبلی رو و اسلوی اول رو یه بار دیگه ببینیم، مگر اینکه توپ با سر مدافعین ما رسیده باشه به سوانکولوف. گل که گل قشنگ خب بد نیست که حسن ختام هم داشته باشه. 5 گل ایران. میلاد نوری خودش در از 1-2 میلاد نوری فرصت برای نوری پاس داد و توی دروازه. گل ایران مقابل تاجیکستان بی بهره نبود، فراری که میلاد نوری انجام داد و این ضربه پای چپی که علیرضا عباس فرد به توپ زد تا توپ درون دروازه قرار بگیره.